وزیران خارجه ناتو امروز در مورد افغانستان بحث میکنند. افغانستان از بحث‌های کلیدی این اجلاس است، مخصوصاً مسئله امنیت و ثبات در این کشور. قبلا ناتو پیام‌های امیدوارکننده را هم به حکومت افغانستان و هم به مردم افغانستان فرستاده. ما بیشتر تحلیل میکنیم برای که موضوع را بازتر کرده باشیم. اینجا با پرویز کاوه، مدیر مسئول روزنامه 8 صبح، بیشتر صحبت میکنیم. کاوه، بسیار تشکر از وقت شما. به نظر شما این اجلاس از چه اهمیت میتونه برای افغانستان برخوردار باشه؟ با سلام به شما و بیننده از تلویزیون برنامه شما، فکر میکنم که بحث ثبات افغانستان و امنیت افغانستان با توجه به وضعیت امنیتی که ما در افغانستان تجربه میکنیم، اهمیت این نشست را برای افغانستان بیشتر میسازه و بالا میبره. چون در افغانستان ما در کنار این که همواره در جنگ هستیم، از لحاظ امکانات نظامی وابستگی زیادی به حمایت ناتو داریم و کشورهای عضو ناتو به صورت فردی هم هر کدامشون و ناتو به عنوان یک سازمان همچنان. و این اساس فکر میکنم زمانی که بحث افغانستان مطرح میشه در ناتو، در نشست های ناتو، حال شده در سطح وزرای خارجه، وزرای دفاع یا سران ناتو، این برای افغانستان اهمیت داره و این میتونه که پیامی برای حمایت ناتو، برای افس ثبات افغانستان و بیشتر ساختن ثبات و امنیت افغانستان باشه. در پهلوی امنیت و ثبات افغانستان که مهم است برای ناتو و اتحادیه اروپا، منشی عمومی ناتو امروز موضوع اصلاحات را هم یادآوری کرد و مهم دانست و گفت که از وزیر خارجه افغانستان در این مورد امروز بیشتر خواهند شنید که چه معلومات تازه دارند در مورد اصلاحات. به نظر شما حکومت افغانستان در چه حد توانسته تا امیل از یک صحبت میکنیم که واقعا وعده هایی را که در مورد آوردن اصلاحات سپرده بود اونا را عملی بکنه؟ بدون شک مسئله اصلاحات و آوردن اصلاحات، تلاش برای آوردن اصلاحات یکی از پیشرت‌های اساسی نه تنها سازمان ناتو که سایر کشورهای کمک کننده افغانستان هست و همیشه تاکید میکنن که در مسئله برای دستیابی به یک ثبات واقعی در افغانستان نیاز به اصلاحات است. از اونجایی که ناتو بیشتر در بخش امنیت سرمایه گذاری میکنه و در بخش امنیت با افغانستان همکاری میکنه، برایش بدون شک اصلاحات در سکتور نظامی و امنیتی اهمیت داره و باید را پی بگیره. اما تا جایی که میبینیم یک مقدار تلاش ها برای آوردن اصلاحات در وزارت های مثل وزارت دفاع و وزارت داخله صورت گرفته، اما چشمگیر نیست. اصلاحاتی که ناتو انتظار داره، اصلاحاتی که مردم افغانستان انتظار داره در سکتور امنیتی خیلی بیشتر از حدی است که از خورایی است که شده. اما بدون شک اصلاحات یک روند زمانگیر است، یک شبه نمیشه اصلاحات را آورد. امی که تلاش های محدود در زمینه آوردن اصلاحات از جانب حکومت افغانستان صورت گرفت، فکر میکنم که این میتونه که امیدواری را در بین کشورهای عضو ناتو بالا ببره که یک تعهد بالاخره برای آوردن اصلاحات در سکتور امنیت برای افزایش ثبات در افغانستان وجود داره. یک مسئله دیگر حضور ناتو در افغانستان در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هست که این موضوع بحث‌های زیاد را هم ایجاد کرده. به نظر شما چقدر واقعی بینانه به نظر میرسه این سخنان منشی عمومی ناتو که گفت متیقن هست که اداره جدید ایالات متحده آمریکا همچنان به حمایتش از حکومت افغانستان ادامه خواهد داد؟ خب هم سرمنشی ناتو و هم سفیر آمریکا در ناتو، هر دویش به شمول وزیر خارجه که روز سخنان آغازینش از حمایت یا پابندی آمریکا و تعهداتی که به ناتو سپرده، این خودش این پیام را میرسانه که منافع ناتو به عنوان به اصطلاح منافع کلی کشورهای عضو ناتو برای آمریکا هم قابل احترام است و آمریکا رابطهش را با ناتو ارجحیت میده. آنگونه که سرمنشی ناتو
دیروز گفت امیدوار است که اطمینان داره تا که اداره رئیس جمهور منتخب آمریکا آقای ترامپ کمکش به افغانستان ادامه خواهد داد و تمرکز یک برای افغانستان امروز وجود داره، فردا هم وجود خواهد داشت در اداره جدید آمریکا، اداره رئیس جمهوری آقای ترامپ. اما آنچه که مهم است برای ما این است که از اونجا یک سیاست مشخص و مدونه در اداره جدید آمریکا در رابطه به افغانستان وجود نداره، این امکان وجود داره که با یک دیپلماسی فعال سیاست درستری را برای آمریکایی‌ها معرفی بکنیم و در کنارش شخصیت ها و افرادی که امروز بر دور ترامپ و اداره ترامپ جمع هستند و یک تعدادش هم در پست های ارشد گماشته شدند و قرار است کارشان را آغاز بکنند، تجربه خوبی از کار با افغانستان دارند و شناخت خوبی از افغانستان دارند و با رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهوری افغانستان شناخت نزدیکتر دارند. پس این امیدواری وجود دارد که اگر میزان کمک های یا همکاری آمریکا با افغانستان زیاد نمیشه، کاهش پیدا نکنه در اداره آقای ترامپ. پرویز کاوه، مدیر مسئول روزنامه 8 صبح، بسیار زیاد تشکر از شما.